دین و زندگی در خدمتتون هستم. همین ابتدا براتون عنوان بکنم که یادگیری این درس خیلی ساده هست، به شرطی که مطالبی خدمتتون میگم با یه دقت بیشتر، با یک نگاه ویژه تر توجه کنید تا بتونید مطالب رو به شکل کاملا صحیح به ذهن بسپارید و مواقعی که لازم دارید، مخصوصا توی زمان امتحانات، اونها رو به راحتی به یاد بیارید و نمرات بعد نظرتون رو بگیرید. درس شیرینی هست، میتونیم به راحتی با همدیگه این درس رو پیش بریم و طی مراحلی که با همدیگه هستیم یقینا این گفته من به اثبات خواهد رسید. در ابتدای درس دین و زندگی توی بخش تفکر و اندیشه سوالی رو مطرح کرده که پرداختن به اون سوال مقدمه درس ابتدایی هست و اون سوال این هست که جهان هستی رو آب، اگه بخوایم به عنوان ریشه حیات براش عنوان بکنیم، نگه داشته، ما انسانها رو، روح ما انسانها رو چه چیزی میتونه نگه داره و پرورش بده؟ بیایید با همدیگه این مسئله رو بررسی بکنیم. توی کتابتون عنوان کرده که وقتی ما توی طبیعت میچرخیم، به طبیعت نگاه میکنیم، اگر آب وجود نداشته باشه، زیبایی هم طبیعتاً وجود نداره. میتونید خاطره یکی از سفرهایی که بیرون رفتید، توی طبیعت رفتید، رو همین الان برای خودتون تداعی کنید. اگر آب وجود نداشته باشه، هیچ زیبایی وجود نداره. اگر آب وجود نداشته باشه، طبیعتاً زندگی هم وجود نداره. طی آیه‌ای که توی کتابتون آورده شده و جعلنا من الماء کل شیء حی، به این مضمون که ما از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم، دقیقاً اشاره شده به این موضوع که آب مایه حیات هست، آب ریشه حیات هست. اما سوال اساسی این هست که روح انسان چطور زنده میمونه، یا روح انسان چطور زنده باید بمونه و چطور پرورش پیدا بکنه. توی آیه‌ای دوباره توی کتابتون به این موضوع اشاره کرده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای مؤمنان دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید آنگاه که شما را به چیزی فرا می‌خواند که زندگی و حیاتتان می‌بخشد. دقیقاً اینجا اون نکته کلیدی مطرحه، و جعلنا من الماء کل شیء حی، و ما از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم. و اینجا هم اشاره شده به این که ای مؤمنان دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید آنگاه که شما را به چیزی فرا می‌خواند که مایه حیات و زندگی شماست، که به شما زندگی و حیات می‌بخشه. تا این درس میخوایم بررسی بکنیم که اون چیز چی هست، اون چیزی که به ما زندگی و حیات میبخشه. عنوان درس اولمون هدایت الهی هست. مقدمه‌ای رو توی این درس عنوان کرده که ما به اون میپردازیم تا برسیم به اصل درس. اون مقدمه این هست که همه ماها بلا استثناء دارای یک سری امیدها، آرزوها هستیم در رابطه با آیندهمون و میخوایم به اونها دست پیدا بکنیم. رسیدن به اون امیدها و آرزوها رو دقیقاً معنا میکنیم با عنوان سعادت و خوشبختی. یعنی چی؟ یعنی اگر به اون امیدها و آرزوهامون برسیم، میگیم که ما انسان خوشبختی هستیم، ما انسان سعادتمندی هستیم. یعنی خوشبختی و سعادت همه ماها، من، شما و دوستان دیگه، در گرو برآورده شدن نیازهامون هست، نیازهایی که ما رو به اون آرزوها و رؤیاها میرسونن. خب پس طبیعتاً ما یک سری نیازهایی داریم که باید به اونها پاسخ داده بشه تا بتونیم به امیدها و آرزوهامون برسیم و احساس سعادت و خوشبختی بکنیم.
اما سوال اساسی این هست که اولا ما دارای چه نیازهایی هستیم؟ نیازهای ما چیا هستن؟ که پاسخ دادن به اون نیازها برابر هست با برآورده شدن امیدها و آرزوهای ما و رسیدن به سعادت و خوشبختی. نیازهای ما چیا هستن؟ سوال دیگه مطرح میشه و اون این هست که چه کسی قراره به این نیازهای ما پاسخ بده؟ پس سوالهای اساسی که طی این درس قراره با این مقدمه که خدمتتون گفتم پرداخته بشه این هست که به راستی یک برنامه مناسب برای یک زندگی باید دارای چه ویژگی هایی باشه؟ مکاتب گوناگونی وجود دارن، حالا طی درس بهش میپردازیم، که اومدن نظریه های مختلفی دادن، گفتن که مثلا به نظر ما این نیاز انسان هست و باید این پاسخ رو بهش داد. آیا ما میتونیم به این مکاتب اعتماد کنیم؟ به پاسخ هایی که اونها به نیازهای ما میدن یا راهکارها و برنامه هایی که برای پاسخ دادن به این نیازها برای ما ارائه میکنند؟ یا سوال بعدی این هست که آیا انسان خودش با تکیه کردن صرف به عقل خودش میتونه به این سوالها و به این نیازها پاسخ بده و به سعادت و خوشبختی برسه؟ اینها سوالهای اساسی هستش که مطرح شده توی این درس و باید بهش پرداخته بشه. به شکل خلاصه از ابتدا تا اینجا که خدمتتون گفتم، وقتی ما به جهان طبیعت نگاه میکنیم بر اساس آیه شریفه قرآن و جعلنا من الماء کل شیء حی، میبینیم که جهان طبیعت زنده هست بر پایه ماده حیات بخشی به اسم آب. سوال: چه چیزی میتونه به ما زندگی ببخشه؟ چه چیزی میتونه به ما حیات ببخشه؟ پاسخ قرآن: چیزی که خداوند و پیامبران ما رو به اون دعوت کردن. نکته بعدی: همه ماها دارای امید و آرزوهای هستیم که رسیدن به این امیدها و آرزوها رو مساوی میدونیم با سعادت و خوشبختی. اما چطور به این سعادت و خوشبختی باید برسیم؟ با کدامین نیازها یا پاسخ دادن به کدامین نیازها؟ سوالهایی که مطرح میشه. کدام برنامه برای رسیدن به این نیازها و امیدها و آرزوها بهترین برنامه هست؟ آیا عقل بشر به تنهایی میتونه برنامه ارائه بده که بتونه به این سعادت و خوشبختی برسه؟ همه اینها نکاتی بود که از اول تا الان خدمتتون عرض کردم. خب ابتداعا ما باید بدونیم که نیازهای انسان به دو دسته تقسیم میشن: نیازهای طبیعی و غریزی و نیازهای برتر. نیازهای طبیعی و غریزی همون نیازهایی هستند که در جهان طبیعت پاسخهای اونها وجود داره. نیازهایی مثل گرسنگی و تشنگی. وقتی ما گرسنه میشیم احساس گرسنگی به ما دست میده و جهان طبیعت مواد غذایی رو برای ما تدارک دیده و با اون به این نیاز پاسخ داده میشه. وقتی ما تشنمون میشه با احساس تشنگی که در ما شکل میگیره به سراغ آب میریم و نیاز تشنگیمون رو برطرف میکنیم. وقتی نیاز به پوشاک، مسکن و امثال هم داریم، جهان طبیعت این رو برای ما فراهم میکنه، پاسخ میده. و خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی رو در جهان طبیعت قرار داده. نکته: نیازهای انسان شامل نیازهای طبیعی و نیازهای برتر هست. نیازهای طبیعی و غریزی مثل احساس گرسنگی، تشنگی، نیاز به مسکن، پوشاک و امثال هم که خداوند پاسخ به این نیازهای طبیعی رو در جهان طبیعت قرار داده و فراهم کرده. اما انسان به خاطر انسان بودنش دارای یک سری نیازهایی هست که برتر از موجودات دیگه هست.
نیاز به شناخت هدف زندگی، نیاز به درک آینده خیش، نیاز به کشف راه درست زندگی. که این نیازها، بهترین نوع پاسخ به این نیازها، انسان رو به سعادت و خوشبختی میرسونه. این نیازهای برتر رو با هم مرور کنیم. 1. شناخت هدف زندگی. سوالی که مطرح میشه این هست که ما برای چه چیزی زندگی میکنیم؟ هدف از زندگی کردن چی هست؟ انسان به واسطه انسان بودنش و قدرت تفکر و تعقلی که داره همیشه با این سوال روبرو بوده که برای چی داره زندگی میکنه؟ هدف از زندگی چی هست؟ این سوال و پاسخ دادن به این سوال دغدغه‌ای هست که یک انسان میتونه داشته باشه و در واقع جزء نیازهای برتر انسان هست. پس 1. اولین نیاز برتر انسان نیاز به درک هدف از زندگی هست. نیاز دوم، درک آینده خیش. واقعا سوالهایی برای انسان پیش میاد با این مفهوم که آیا زندگی با مرگ پایان میگیره؟ زندگی بعد از مرگ به چه شکلی هست؟ آیا زندگی بعد از مرگ اصلا وجود داره؟ و اگر زندگی بعد از مرگ وجود داره، برای اون زندگی چه چیزهایی رو باید فراهم کرد؟ این هم یکی از سوالهای انسان دغدغه‌مند هست و در واقع یکی دیگه از نیازهای برتر انسان. پس دومین نیاز برتر انسان درک آینده خیش، میخواد بدونه که بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد. سومین نیاز برتر انسان کشف راه درست زندگی هست. یعنی چگونه زیستن، یعنی چطور میتونه درست زندگی بکنه، شیوه صحیح زندگی کردن. خب این نیازها رو از این جهت بهش میگن نیاز برتر، به این خاطر که انسان هست که به این موارد فکر میکنه، میخواد که هدف از زندگیش رو بشناسه، برای چه چیزی داره زندگی میکنه، آینده خودش رو درک کنه، بعد از مرگ چه اتفاقی میفته، برای اون اتفاق چه چیزهایی لازمه، چطور باید خودش رو آماده بکنه، کشف راه درست زندگی، آیا این زندگی، فرصت زندگی که در اختیارش قرار داده شده، باید به شکل و شیوه صحیح زندگی بکنه یا فرصت آزمون و خطا داره با این عمر محدودی که وجود داره. به شکل خلاصه سوالهایی از قبیل چیستی هدف زندگی، چیستی آینده‌ای که از زندگی انتظار داره، چیستی راه درست زندگی، همه اینها اون سوال‌هایی هستش که برای انسان شکل می‌گیره و پاسخ دادن به اونها نیاز برتر انسان هست و پاسخ به این سوال‌ها هست که انسان رو به سعادت می‌رسونه. خب مرور می‌کنیم با هم دیگه به شکل کاملاً خلاصه. نیازهای انسان، نیازهای طبیعی و غریزی، نیازهای برتر. نیازهای طبیعی و غریزی مثل گرسنگی، تشنگی، نیاز به غذا، پوشاک، مسکن که خداوند پاسخ به اونها رو در جهان طبیعت قرار داده. نیازهای برتر، شناخت هدف زندگی، برای چه چیزی زندگی میکنه، درک آینده خیش، بعد از این زندگی و در جهان مرگ چه اتفاقی میفته، کشف راه درست زندگی یعنی چگونه زیستن. اینها نیازهای برتر انسان هست. اما سوال اساسی، نکته، پاسخ به این سوالها چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ به چه شکل باید به این سوالها پاسخ داد؟ آیا به هر پاسخی میشه اعتماد کرد؟ پاسخ به این نیازها باید دارای چه ویژگی باشه؟ یعنی به کدامین پاسخ ها میشه اعتماد کرد؟ پاسخ به این نیاز ها باید اولا درست و قابل اعتماد باشه، ثانیا همه جانبه باشه. اینها یعنی چی؟ نکاتی که با هم بررسی میکنیم.
کاملا درست و قابل اعتماد باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه چون فرصت زندگی انسان محدود هست، از تولد تا مرگ ما فقط پاسخهایی رو میتونیم بپذیریم که قرار نباشه با اونها آزمون و خطا بکنیم، چون ما فرصت آزمون و خطا نداریم. چون عمر انسان محدوده، باید این پاسخ ها از طرف کسی باشه که آگاه باشه به نوع خلقت انسان، جایگاه انسان در جهان هستی، به جهان پس از مرگ آگاه باشه و این ویژگی ها رو داشته باشه. در این صورت اون پاسخ قابل اعتماد است. ویژگی دوم این که پاسخ به این نیازها باید همه جانبه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان دارای ابعاد فردی، اجتماعی، دارای بعد جسمی و روحی هست و پاسخی که به این نیازها داده میشه باید همه این ابعاد رو در نظر بگیره. پس پاسخ به این نیازها، به نیازهای برتر انسان، باید دارای دو ویژگی باشه، درست و قابل اعتماد باشه. چرا؟ چون عمر انسان محدود هست، فرصت آزمون و خطا نداره و به این دلیل باید درست و قابل اعتماد باشه. همه جانبه باشه، یعنی ابعاد مختلف انسان رو در نظر بگیره، بعد روحی انسان رو، بعد جسمی انسان رو، بعد فردی انسان رو و بعد اجتماعی انسان رو. بعضی از پاسخهایی که به نیازهای انسان داده میشه فقط بعد جسمی رو در نظر میگیره، اصلا به این توجه نمیکنه که انسان دارای بعد روحانی هم هست، دارای یک روح هم هست. مثلا مارکسیستا یا ماده گراها فقط به بعد جسمانی انسان توجه میکنن و بعد روحی انسان رو در نظر نمیگیرن. یا انسان علاوه بر این که فردانیت داره، فردیت داره، دارای بعد اجتماعی هم هست. بعضی از پاسخهایی که به این نیازها داده میشه فقط بعد فردی رو در نظر میگیره، در حالی که انسان هم موجودی فردی و هم اجتماعی است. پس پاسخ صحیح به این نیازهای برتر باید دارای دو ویژگی باشد: یک، کامل و قابل اعتماد; دو، همه جانبه. در بحث تدبر کنید این درس، قبل از اینکه بپردازیم به مبحث بعدی، آیات سوره عصر رو عنوان کرده و سوالاتی رو مطرح کرده و از ما خواسته که به اون سوالها پاسخ بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوال: چرا خداوند در این سوره به زمان سوگند خورده است؟ والعصر، سوگند به زمان. پاسخ: خداوند خواسته با سوگند خوردن به زمان ارزش زمان رو برای ما مشخص کنه و عنوان کنه که این زمان محدود و غیر قابل تکرار هست. خب با در نظر گرفتن این که این زمان محدود و غیر قابل تکرار هست، آیا ما میتونیم هر گونه پاسخی رو به این نیازها بپذیریم؟ یا باید اون پاسخ درست و قابل اعتماد و همه جانبه باشه؟ پس با این تدبر کنید به این نتیجه میرسیم که چون زمان ما محدود هست و غیر قابل تکرار، ما باید در پی پاسخی باشیم به نیازهای برتر خودمون که کامل و قابل اعتماد و همه جانبه باشه. سوال دوم: با توجه به آیات سوره عصر، چه زیانی انسان را تهدید می کند؟ زیانی که انسان را تهدید می کند این هست که انسان در مدار تربیت انبیا قرار نگیره و ایمان نیاره. این از کجا مشخص میشه که این زیان ما رو تهدید میکنه؟ در ادامه آیه با استثناء کردن به وسیله کلمه الا این مشخص شده، عنوان شده ان الانسان لفی خسر، همانا انسان در زیان است
الا الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند. پس چه زیانی انسان را تهدید می کند؟